خب سوال 172 رو با هم حل کنیم. یه سوالیه که تقریبا میشه گفت خیلی طولانیه. مشکل بنده اصلا با گزینه های اینه که حالا ایشالله بریم ببینیم چه شکلیه. میگه با توجه به ساختارهای داده شده کدام گزینه به لحاظ درستی یا نادرستی متفاوته؟ یعنی بگو یکیش متفاوته، یکی درسته بقیه نادرستن، یکی نادرسته بقیه درستن. آقا این که تو دارچینه، شکل کتابه، این که تو دارچینه، این هم که تو زردچوب است. بریم چک کنیم هر دو ترکیب ساختگی بوده، طبیعت وجود نه، غلطه. این دوتا طبیعت وجود داره، غلط. شمار اتم های هیدروژن ترکیب آ، هیدروژن ترکیب آ. ببین بهترین کار اینه که من فرمول اینو در بیارم، فرمول اینو در بیارم. اگر بشینی بشموری 9 تا کربن داره، یه هیدروژن، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 8 تا هیدروژن داره، یه دونه هم اکسیژن. فرمول اینم پیدا کنم چند تا کربن داره، یکی. اینم 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، 10 تا، 11 تا، 12 تا، 13 تا، 14 تا، 15 تا، 30 تا، 15. هیدروژنش اگه بنده بخوام حساب کنم، هیدروژنش این 3 تا، 1 2 3 4 رو هم شد چند تا، 7 تا، با این 3 تا 10 تا، با این 2 تا 12 تا، با این 3 تا 15 تا، با این 18 تا، و اگر اشتباه نکنم یه دونه هم اینجا 19 تا، یه دونه هم اینجا 20 تا. پس هاش 20، اکسیژنش هم که یه دونه است. پرسیده نسبت اتم هیدروژن آ و اتم هیدروژن بی. هیدروژن آ به بی یعنی 8/20، 8/20 4/10. خب این هم گفته 4/10، پس این جمله درست، درست صحیحه دیگه. حالا اینم غلط. نسبت شمار اتم های ترکیب بی، کل اتم های ترکیب بی، خب کل اتم های ترکیب بی 15/20 35 با اکسیژنش 36 به شمار مولکول آ، حالا کل این چنده؟ 9 و 8، 17 با این 18، 36 18 هم میشه 2، برابر عکس نسبت شمار اتم های کربن به شمار پیوند های دوگانه تو نفتالنه. خب ساختار نفتالن اینه دیگه، یه ساختار این شکلی داره. حالا من یه مقدار بعد کشیدم 13 هاش 8. چند تا کربن داره؟ 10 تا. نسبت چی به چی؟ نسبت کربن به پیوند دوگانه، یعنی 10 پیوند دوگانش هم 5 مساوی با 2. این عدد عکس این عدد خیر، پس این جمله هم غلطه. پس با این اوصاف میتونه گزینه 2 جواب باشه، پس 4 هم باید غلط باشه قطعا، چون یه دونه صحیح باید داشته باشم. گروه عاملی در ترکیبای آ و بی به ترتیب اتری و آلدهیدیه. اینجا رو نگاه، این گروه عاملی آلدهیدیه و این کتونیه. ما اصلا چیزی به نام اتر نداریم، پس گزینه 4 هم غلط بوده. تنها کسی که تو اینا از لحاظ درستی و غلطی فرق داشته گزینه 2 بوده.